دیدنی هست. چون شاهان او زمان و یا گذشتگان و یا امپراتوران او زمان مخصوصا تیموریان علاقه به معماری داشتند و همیشه می‌خواستند که در قلمرو خیش از خود یادگاری های بنانهند و سرزمین خود هم سرسبز هم شاد و هم آباد بنمایند، به او خاطر دست به شهکاری های بس عظیمی می‌زدند. و همچنان که نه تنها این معماری ها را به نام نهادن، بلکه در قسمت هنر زرگری، هنر معماری، هنر نقاشی و تربیه شعرا، علما بس کوشا بودند. و با مو ارتباط امروز دوره پرشکوه تیموریان ثبت اوراق زرین تاریخ است. خب این ساختمان بس زیبا با شکوه که در جمله عجایبات دنیا حساب می گردد، در حالی که خود شاهجهان معمار بس زبردستی بود، اما معماران زیادی را از کشورهای همجوار خود یا از جاهایی که زیر فرمان رواییش قرار داشت دعوت می کند تا یک بنای زیبا را در اینجا آباد بکند. و این محل زیبا در سال 1632 شروع به کار میکنه و در سال 1647 تکمیل میگردد. مقبره ممتاز بیگم که سمبول عشق و وفا ابدی حساب می شود و داستان ممتاز بیگم که داستان عشق ابدی و جاودانه و الگوی محبت پاک در آن روزگار بود و نمونه و یا سمبول عشق نیز جاودانه امروز باقی ماند. این ساختمان که 58 متر بلندی، تصاویر را نیز داریم، این ساختمان که در حدود 58 متر بلندی بر روی یک تخته عظیم 100 متر ضرب 100 متر از مرمر سفید ساخته شده است. این بنای بزرگ در یک باغ پهناور در 18 هکتار زمین قرار دارد که مرکز این بنا یک باغ نهر آب طولانی موجود می باشد که به شیوه و سبک باغهای تیموری آباد گردیده. شاهجهان قصد داشت که برای خودش نیز آرامگاهی را در مقابل ممتاز محل ایمار نماید و با یک پل با یک دیگر متصل یا وصل می گردید، به نشانه این که با هم در پیوند باشند و همسرش را، یعنی با همسرش ای با مقبره همسرش در پیوند باشد. و بدبختانه که ای آرزوی شاهجهان برآوردن نشد و برخلاف تاج محل یا ممتاز محل، شاهجهان میخواست باز مرمر سیاه به شکل تاج محل امروزی بر خود آرامگاهی را آباد بسازه که رنگش سیاه باشه و میخواست نشانه عشق و محبت و غم خود که بعد از مرگ همسر عزیزش آباد نموده بود، میخواست از مرمر سیاه باشه، اما هیچگاه به حقیقت نپیوست. و برخلاف خواسته خود شاهجهان که آرامگاه خود شاهجهان نیز در ممتاز محل قرار گرفت و بعد از اینکه شاهجهان مدفون گردید، ممتاز محل به نام تاج محل مسما گردید. در این بنای زیبا آیات از قرآن مجید، اشعار به زبانهای فارسی و ترکی موجود می باشد. کسانی که این مقبره زیبا و یا این سمبول عشق و محبت تماشا از نزدیک کردن، شاید چشم دیدهای زیادی داشته باشد. خب بینندگان عزیز، ما بعد از تماشای فیلم زیبا که البته به زبان انگلیسی هست و شاید هم در اونجا معرخینی که صحبت کردن مکمل نباشه، اما بعد از دیدن و شنیدن این فیلم کوتاه در حضور شما قرار میگیرم و کسانی که آرزو دارن در ارتباط تاج محل صحبت کنن با ما بپیوندن. شما را دعوت میکنم به اعلانات تجارتی تلویزیون نور و فیلم زیبا از تاج محل.